سلام و درودی به پویان با همه شما مخلصان عزیز. این برنامه در شبکه های اجتماعی است. ما فردوس خورسندم. رسانه های اطلاعاتی در مورد رفت و برگشت کنور مگرگر و مناسبت او با اطرافیانش شدیدیت این موضوع را باز هم بالاتر میبرند، در حالی که مگرگر چند روز پیش از رفتنش و پس از چند مدت از برگشتش خبر داد. ولی این موضوع را ما بر وقت گفتیم، خوبترش دیگر دست نمیزنیم. اما در موضوع اون که تری میوری ادعا دارد که از کنور مگرگر فرزند دارد گذشته نمیتوانیم. این دستوریه که شما میبینید دخترک است که یک سال دارد و مادرش تری میوری دعوای اون را دارد که او از خون رزمگر ایرلندی کنور مگرگر است. این را ما از تویتر مربوط به نام لیلیان چان گرفتیم. شما بابت این قضیه علاقه اوگاه هستید که تری با ساختارهای قدرتی شکایت برده که کودک او با کنور تعلق دارد، اما ایرلندی این را یک نوع تهمت بر جانب خود میداند. تری ضمن شکایتش چنین قید کرد که من از کنور یگان چیز لازم نیست، نه پول و نه آب و رو و چیزهای دیگر، فقط من میخواهم اثبات کنم که دختر من پدر دارد و آن هم کنور است. من تا آخر مبارزه میبرم. من از ساختارهای مسئول خواهان آنم که آزمایش دنکا انجام دهند و با کی تعلق داشتن کلاد را معین سازند. یادآور میشم که کنور مگرگر رد میکند آن را که کلاد دختر اوست. این گپ ها دردی بخیر. دیروز مگرگر باز به خود دردی سر خرید. در یکی از مرکزهای سرخوشی نفر به او گفت که روزها تو را زدند که این یک با عصب کنور بازی کردن بود و او نتوانست که عصبهای خود را اداره کند. از این سبب بود در حال جانب اون مرد موش کشید و همین طور جنگ گروهی برپا شد. دایر به عاقبت این قضیه حالا چیز معلوم نیست. بازی اتلتیکو مادرید و بارسلونا سوپر بازی دور 31 لالیگا بود. بازی خیلی تیز و تون صورت می گرفت. دیگو کاستا حملگر دسته مادریدی تمام کوشش خود را به خرج داد که گل زند، اما نشد. در یک حالت خیلی حساس او عصبهای خود را اداره کرده نتوانست و داور را از مدار اقارت کرد که داور میدان برای به احترامی او را با کارد سرخ جزا داد و از میدان راند. اکنون تقدیر کاستا چی می شود خدا می داند. رسانه اطلاعاتی چمپیونا در این مورد مواد نشر کرد که چنین سرلوه گذاری شده بود. مادر مقدس است. کاستا را محرومیت از 12 بازی تهدید میکند. خصوص خیل منسانو دوباره بازی همان روزا بعدن رسانه‌ای کرد که دیگو کاستا مادر او را تحقیر کرد و این باعث گشت که او کارد سرخ بگیرد. کمیته انتظامی لالیگا این قضیه را پیگیری میکند و شاید کاستا از 12 بازی در پیش ایستاده اتلتیکو مادرید محروم شود. امروز رسانه اطلاعاتی AS خبری نو را در مورد فوتبال بازی مذکور نشر کرد. با اطلاع منبع دسته مادریدی نقشه دارد تابستان این سال از دیگو کاستا جدا شود. سبب چنین اقدام گرفتن رهبریت باشگاه در آن است که او در واخوری با بارسا کارد سرخ گرفت که تاکتیک سرمربی به این عمل او پاش خورد و دسته در ورطه ناکامی قرار گرفت. همچنین چند وقت پیش در دور یکشنیایی لیگ قهرمان ها با سبب آن که کارد زرد زیاد داشت نتوانست که در واخوری با یوونتوس هم دستهایش را کمک نماید. از این خاطر خصلت ورزشی او به رهبریت پسند نیست و گمان است که تابستان شرطنامه را با او قطع نمایند. رحیم استرلینگ فوروارد دسته منچستر سیتی برای نورسان اکادمی آرک الوین 550 چیپته خریداری کرد تا آنها اومده بازی دور نیم نهایی جام انگلیا رو که دسته منسیتی دسته برایتون را از ادامه رقابت محروم کرد تماشا نمایند. اما در آخر یک چیز عجیب رخ داد که استرلینگ را در حالت ناگوار قرار داد. در رفت بازی کارمندان تلویزیون در این مورد سوژه اومده کردند که نورسان همین اکادمی که با دعوت استرلینگ اومده بودند با روزنامه‌نگاران هم صحبت گردیدند. در رفت صحبت روزنامه‌نگار از هم میپرسد که مخلص کدام دسته هستید. هیچ کدامش به دسته شهری ها آواز ندادن. دو تای آنها مخلص امیو بودند و دیگراش از ارسنال و چلسی. بیچاره استرلینگ فکر کرد که نورسان اکادمی آرک الوین مخلص منسیتی هستند، اما نه. دیان لاورن محافظ دسته لیورپول هنگام برگشتش به خانه بعد از بازی مقابل ساوتگمپتون شاهد حادثه عجیب شد. او در راه با مخلص دسته لیورپول روبرو شد که لباس های محمد صلاح ببر و حتی شکل و نمودش هم شباهت به او داشت. این مخلص با یک دیدن پورا به صلاح مانند است. فکر میکنم این مخلص بعد از بازی با ویلسپید خود به خانه برمیگشت. لاورن این حادثه را به نوار گرفت و در صفحه اینستاگرام خود گذاشت و چنین شعر نوشت: محمد صلاح میخواست کم تنها باشد. از این خاطر ولسپید خود را گرفت و بعد از بازی با ساوتگمپتون تنها سوی خانه را سپار گردید. او راه را در مدت 11 ساعت و 52 دقیقه طی نمود. آفرین مصلح، نوشته است لاورن در صفحه اینستاگرام خود. البته او شوخی کرد، چون او یک مخلص عادی بود نه محمد صلاح.
تاریخ عجیب در فوتبال، مخلص دسته کلمبی پیش از آغاز بازی دسته دوست داشتهش وفات کرد و دوستانش تابوت او را به میدان آوردند تا روح او برای آخرین بار فوتبال دسته دوست داشتهش را تماشا نماید. این را یک روزنامه‌نگار پایگاه اطلاعاتی ترو فیس جان میلتون در صفحه توییتر خود نشر کرد. کریستوفر جی که 17 ساله تا آغاز بازی دسته دوست داشتهش کوکوتا دپارتیو کشته شد و رفیقانش برای آنکه تابوت او را به تماشای فوتبال ببرند از والدینش اجازه گرفتند. دسته کوکوتا بازی رو میباخت آن لحظه که تابوت غورامارک وارد منبر گردید. پس از آمدن تابوت مثل که به جان بازیگران کوکوتا قوای زیادی زم گردید و آنها حساب بازی رو برابر کردند و گل زده اشان رو بر روی جک جوانمرگ بخشیدند. رافائل نادال و روجر فدرر دو تن از تنیس بازان نو تکرار که تاریخ تنیس رو باز هم رنگین تر ساختند. دیروز رافائل نادال در مورد مناسبت با رقیب همیشگی اش حرف زد. او گفته است که من باید در مورد مناسبت هم با فدرر حرف نزنم، لیکن همین رو میگم که ما مناسبت خوب داریم. عملی من در کورت تنیس تغییر نمییابد، نو وابسته از آنکه در مقابل من کیست، گفته است رافائل نادال. یادآور میشم که در 39 وخوری این دو تنیس باز به همتا رافائل نادال 23 مرتبه غالب آمده است. پله بزرگ بیمارخانه را ترک کرد. با همه معلوم است که طول چند روز می شود فوتبال بازی دستان در پاریس بستری بود. پیش از آن که از بیمارخانه مرخص بشود، وارث او از برزیل نیمار به عیادت او رفت و با او سلفی کرد. همچنین پله گفته است که یک و یک بار سلامتی ام را قریب بود از دست دیم و با کمک طبیبان امروز با سلامتم. از همه شما برای دعای نکردنتون سپاسگزارم، گفته است پله دستان. با همین تمام، تو برنامه دیگر خیر.